نوشین شوم. بابا سرزمین آدوشون رد شده، یک دو نفرشون مردن. تاریخ 8 اسفند 95 واقعا با مردم دارن چی کار میکنن اینا. فقط نگاه کنید تا ببینید یک دو تان کشته بده. باشه این خبر رو پخش کنید، همه باید این خبر رو پخش کنید. مولوی پشت خوابگاه کارتون خوابا. دریغا ایران چه ویران نوشین لبنیات اکثرا 20 تا 25% تا 30% لبنیات گرون کردن، بدون اینکه اصلا چی دولت بهشون مجوزی بده، بدون اینکه بخشنامه بهشون بده. پنیر و شیر و بعد شیر نایلونی اینا چون شده ایزاره بودن چقدر قیمتی 100 تا 200 تا میشن روش دیگه. اینا معلوم نیست، معلوم نمیکنه، یهو بالا پای میکنن. پنیر گرون شده، 5400 بوده 5950 شده. ماست 8950 بوده شده 9500. پنیر بوده 5000 و
300 بوده شده 5950، پرچربش کمچربش شده 6100 تومن، اینم 20% گرون شده. پنیر محلی بوده 4000 تومن بوده شده 4300 تومن. کره چقدر افزایش شده؟ 300 الان چنده؟ 1500 1200 بود 1500 شد. تخم مرغ هم گرون شد. چقدر بوده چقدر شده؟ تخم مرغ 10 تومن میدادیم الان 11 تومن میدیم. تخم مرغ مثلا 10 بوده شونه 9 و نیم بود الان شده 11 11 و نیم. دریغا ایران چه ویران شود. نام بلنگو نوشیرو شود. درود فراوان بر همیانان گرامی. این تصویر از اصفهان و از زاینده رود میفرستم. میبینید که آب زاینده رود دوباره چند روزی در جریان بود ولی قطع شد به خاطر سوء مدیریت و رودخانه‌ای که میبینید الان خشکه. همیهن نظر شما هم میخوام در این مورد بدونم. به نظر من این قطعی ها با این خشکی همش به خاطر عدم مدیریت وگرنه بارندگی به مقداری بوده که آب باز شه. آب این استان رو میبرن برای نیروگاه اتمی که اینجا زدن و بیابی و خشکی زاینده رود. ما الان سالهاست که شاهدیم و اصفهان از اون رونق افتاده و جنگ آب بین شهرها افتاده و تا زمانی که این حکومت سر کار باشه اوضاع احوال این سرزمین همینه که هست و بدتر هم خواهد شد. سپاس هم میهن از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. امروز تاریخ دوم اسفند ماه دریغا ایران چه ویران شود. نام بلنگ و نوشیر و شود. وایسا وایسا سنگ داری جانی فای فای اما تو صاحب چه خود نیازنی را نظر نظر هم کن نظر بگه فلس کنیست آقا سای نظر خود را بخیر جمعیت نامس نظر آقا ول کن تو هموطن ما نیستی باشی گوش بده. اگر بخوای نگاه کن آقای عزیز کاپشن قرمز کاپشن قرمز رو بخواب رو زمین بلش کش بلش کش بلش کش برمان شدید میشه برادر عزیز گوش بده چی میگم چرا شما جاده رو بستی حقوق مردم رو رعایت نمی کنی حقوق مردم رو رعایت نمی کنی پیش سر گوش بده جلو بالانه بالانه یا تو بیا پایین برادر عزیز من با شما مدارا کردیم جلو اون سانداری اومدی برخورد نکردی جلو فرمانداری اومدی برخورد نکردی بیل میگی بیا اینجا دو بار سه بار اومدی جاده رو مسدود کردی برخورد نکردی اینم جواب هشت ماه بی حقوقی هشت ماه بی حقوقی در
و شیلو شود. هواپیما بخره، آقا میخواد ویلا تو لواسون بسازه، به من چه مربوطه؟ به من چه مربوطه که تو با دولت قبلی مشکل داری؟ به من چه مربوطه که شما با هم دیگه مشکل داری؟ من از دولت قبلی اگه وام گرفته بودم شما وامو به من میبخشیدید؟ میگفتی تا دولت قبلی گرفتی؟ چجور طلباتونو وصول میکنید؟ چجور اگه یک کسی به بانک بده کار باشه مامور سری بهش میدید؟ چجور وقتی من میرم اعتراض میکنم مامور میاد منو میگیره؟ خدمتی دیگر، خدمتی دیگر، این کو خدمت تو؟ این که شد سم واسه من. 2010 هم که خودم در میوردم با بدبختی و فلاکت ازم گرفتید که برم بگم مرگ بر آمریکا درست میشه، برم تو راهپیمایی کنم درست میشه، کار کنم شما ندونم کارید، من چیکار کنم شما کاری از دستتون بر نمیاد، من چیکار کنم که شما بازیای سیاسی دارید؟ گرفتارم کردن که این همه دارو کوبیدم اینجا که بیام حرفمو بزنم، به روم نمیکنه خونه فامیل برم، به داداشم نمیتونم حرف بزنم، سراغ پدر مادر خودم نمیتونم برم، بس گرفتم هی ندادم هی ندادم، بس کنید دیگه. دریغا ایران چه ویران شود. نام بلند و نشین و چشمش منتظر بر در دلش در صحنه میدان دمی با گذشت و صوت حسین بر او نمی آیه به گوش او فقط آید صدای شیحه اصلاح صدای آه و افغانه یتیمان صبر او برده به کف آبی ندارد از برای آن همه عطشان ز فریاد و ز افغانه حرم شده شری بر با ولی زینب کندش که خود از چشم حرم پنهان
خود ناروا، نمیداند سوالش را چگونه بردهد پاسخ، که او خود منتظر مانده که آید خسرو به خوبان. میان خیمه دیگر شهیدان خفته اندر خون، یتیمان حرم بر آن به خون آغشتگان نالان. رباب از داغ اصغر عشق ریزان و پریشان لبه ادشان اصغر که ای شبد از خاطرش پنهان. پر از اندو و با ویرا فضای خیمه ها گشته، ولی زینب دلش فکره حسین و این همه